حامل شدن راههای دیگه ای هم داره. مثلا میکرو اینجکشن یا همون لقاح مصنوعی. اگه با شوهرتون بیاین امتحان میکنین. آقای فرید، مگه شما اونو ندیدین ها؟ ماها و سالها وقت گذاشتم تا تونستم راضیش کنم بیاد اینجا. به محض اینکه این حرفو بزنم منو میکشه. بدون اجازه شوهرتون نمیتونیم این کارو انجام بدیم. تازه قانونی هم نیست. مطمئنم شما یه راهی پیدا میکنین. منظورتون اینه که از یکی دیگه؟ اگه لازم باشه بله. بله. یعنی میخوای شوهرتون اول شما رو بکشه بعد منو؟ آره؟ اگه نفهمه مشکلی پیش نمیاد. نمیتونم این کارو بکنم. جوازمو باطل میکنن. اگه رو بشه زندگیم نابود میشه. ببین آقای فرید، من هر کاری بگین میکنم. اصلا اگه پول بخواین هر چقدر بگین میدم. التماستون میکنم زندگیمو به من پس بدین. خواهش میکنم، خواهش میکنم آقای فرید. جاد بودم واسه که قصر در رفتم حتما قربونی میدادم. حرف بابا رو شنیدی؟ بهت 24 ساعت وقت داد. اگه نری و سیریش بازی در بیاری، شمع پلیس بازیمو به کار میندازم و هر جا باشی پیدات میکنم. بابا تازه داشت ازت خوشمون میومد. بد کردی. همیشه آدم های اشتباهی ازم خوششون اومده. بای راز بزن به چاک. اگه میخواین یکم استراحت کنی، خدای نکرده دوباره مریض میشی. اگه میشد خیلی خوب میشد. قلبم از کار میافتاد. هم من راحت میشدم هم شما. میخوای چیکار کنی؟ دوباره میخوای زندونیم کنی؟ تا وقتی پویراس گورشو گم کنه بره اینجا میمونی. یعنی تنها مقصرونه؟ خب منم بیرون کن، منم تبعید کن. آیشه گل تمومش کن. حسن من بدرک. اون آدم یه پسر بچه داره. باید قبلا فکرشو میکرد. نباید اشتباه میکرد. جلو در نگهبان بذاریم باز فرار نکنه. باش.
برای ودا با بحری عمان آماده این اجدهت. تا با چشای خودم نبینم رفته زیر خاک خیالم راحت نمیشه. هیچ فکری ندارم چطوری انجامش بدیم. خیلی از خونه بیرون نمیاد. خونش هم که مثل قلعه است. سخته. خیلی سخته. من جای تو فکر میکنم نجدت. نگران نباش. چطوری انجامش بدیم؟ تومه میذاریم. بحری با هر تومه ای گول نمیخوره. ما تومه ای میذاریم که گول بخوره. مثلا؟ نمیگم که سورپریزم خراب نشه. الانم باید برم پیش دختر عزیزم. خوبی بابا؟ خوبم، خوبم. کاری هست بتونم برات انجام بدم؟ نه، خیلی ممنون. تو به کارات برس. راستی سوگل کجاست؟ ما که اومدیم داشت میرفت. نیست که داره بچه دار میشه. نمیتونه جلوی هیجانشو بگیره. برای تمام مغازه ها رو دونه دونه زیر رو میکنه. بزنت برس. بهش توجه کن. ببین چی میگم. اگه لازمه برای سوگل یه پرستار بگیریم ها؟ به کاراش میرسه. نه بابا، هنوز برای این کارا زوده. بعدم میگیریم. به هر حال حواست بهش باشه. حواسم هست بابا. سلام، خوش اومدی. سلام. دنبال چیز خاصی هستی؟ همین توی دارم نگاه میکنم. به نظرم خیلی تازه است. چی؟ حاملگی رو میگم. به نظرم خیلی تازه است. نه یعنی آره، تازه حاملم. پس جنسیتش هنوز معلوم نیست؟ نه نیست، ولی به امید خدا دوست دارم دختر باشه. به امید خودم. سوگل کجایی؟ دارم میام. وای صدرتین، الان توی سیسمونی فروشیم. خیلی چیزای قشنگی داره. سوگل، داری منو میترسونی ها؟ اسم تو تاریخ به عنوان اول این نفره که دروغ خودشو باور کرده ثبت میشه. دیگه طولش نده، بیا خونه. باشه باشه، دارم میام. خدافز. آیشه گل، خوبی؟ من که خوبم، تو بگو چطوری؟ باورت میشه من هنوز زنده. آیشه گل، به نظرم این موفقیت خیلی بزرگی. کجایی؟ قبرستون محل. اونجا چی کار میکنی؟ هیچی، همینطوری نگاه میکنم ببینم قبر خالی هست یا نه. اگه نه بود تو قطعه بی خانمانا یه قبر میگیرم. تو رو خدا اینطوری حرف نزن، شوخیشم خوب نیست. آیشه گل، جای این که بدون تو هر روز بمیرم دلم میخواد یه روز با تو زندگی کنم. چی داری میگی؟ جمله رو اشتباه گفتم نه؟ یعنی گن زدم به جمله، به اون قشنگی. ببخشید. تو این وضعیتم دست از شوخی بر نمیداری. پویراز، منو زندونی کردن، همه جو پر از آدمه. تو زندونی شدی و من تبعیدی.
به خدا رومئو و جولیت هم انقدر سختی نکشیدن که ما کشیدی. باید تو رو ببینم. چی داری میگی؟ میخوام اونقدر محکم بغلت کنم که نفست در نیاد. پویراز چی کار میکنی تو؟ تلفنت یه مدت پیش من میمونه. نمیخوام با پویراز حرف بزنی. چرت نگو، بدش من سلام. نمیخوام با پویراز حرف بزنی آیشه گل. آیشه گل به خدا اینا همشون دیوونن. بابات خیلی جدیه، متوجه هستی؟ داری جون پویراز رو به خطر میندازی. خواهش میکنم دیگه تمومش کن. خواهش میکنم. شما همه تون دیوونی. دیگه تو قلبتون حتی یه ذره رحم و مروت باقی نمونده. تلفن رو بگیر، بگیر، هر کاری میخوای بکن، فقط به من نزدیک نشو. فهمیدی؟ داداش 24 ساعت دیگه واسه چی؟ بابا باید اجازه میداد یه گله تو بخش خالی میکردیم تمام شد میرفت دیگه. تو هم عاشق تیر خلاص زدنی ها. خب بابا دلش نیومد دیگه، پای آشگل وسطه. به خاطر همینم که شده باید یکی تو مخش خالی میکردیم. بابا طرف مثل یه مرد جلو بابا واسد و مثل شیر تو چشاش نگاه کرد و گفت من دخترتو دوست دارم. تو میتونستی این کارو بکنی؟ دنده نمیتونستی. جیگر میخواد، جیگر. واه واه، حالا چی شد؟ میگه آقا پویراز قهرمان داستان شد؟ چی شد؟ بابا همدیگه رو دوست دارن. باشه قبوله، کارشون اشتباه بود، قبل تو، ولی حرفم اینه که همدیگه رو دوست دارن. تو این حرفو میزنی؟ یعنی میگی بابا ناحقی کرد؟ چرت و پرت نگو پسر. بابا یه طرف، دنیا یه طرف. بگه خودتو بکش، یه لحظه هم فکر نمی کنم و میکشم. بگه ذوالفقارم بکشم، یه لحظه فکر نمی کنم. خب نمیگم پویراز حق داره با کار درستی کرده، ولی این کار دله. عاشق شدن و همدیگر رو دوست دارن، خب کاریش نمیشه کرد. داداش من، این آدم همردیف عایشه گله نیست. همونطور که تو سما به درد هم میخورین که نمیخورین، پویراز عایشه گلم به درد هم نمیخورن. خب بیشرف، این یارو همون یارو پسر است؟ کدوم یارو؟ آره دیگه، خود بیشرفشه. چی داری میگی؟ داداش یادت تو خونه عایشه گل زدم مخ منو ترکوندم؟ خب کار همین پویراز بوده دیگه. راست میگی. ایشالله که نمیره داداش، ایشالله نمیره و قبل رفتن دوباره سر رام سبز بشه، اون وقت خوب میدونم با چی کار کنم. ایشالله نمیره، ایشالله، ایشالله. سینان جان، چند ساعتی هیچی نخوردی؟ بیا پایین عزیزم، غذا آماده است. نمیخورم. ببین عزیزم، خیلی معذرت میخوام، به خدا خیلی ناراحتم. اه میگم نمیخوام دیگه، هیچ کدومتون رو دوست ندارم. بفرمی. شب بخیر، میخوام اون سال خانو ببینم. چند لحظه بهشون خبر بدم. داداش تو هم برو به کارت برس، چیزی نیست، نگران نباش. برای دعوا نیومدم که. قربان، پویراز خان اومدن. عایشه گل کجاست؟ بالاست بابا، سما هم پیششه، الان میان. خدا چطوری دخترم؟ خوبم بابا، ممنونم. به چیز خاصی که احتیاج نداری؟
نه بابا جان، همه چی خوبه. همیشه اینطوری ببینم تو. نگران نباشیم بابا، میبینی. شب خیر نوش جون. بیا بشین. آیشه گل بشین دیگه. آیشه گل کر شدی؟ با تایی ما؟ اومدی اینجا چی بگی؟ تو بردی. الان خوشحالی؟ تو چی میگی؟ برنده شدی. میگم برنده شدی. آخر سر به چیزی که میخواستی رسیدی. منم دارم میرم. دیگه منو نمیبینی. فهمیدی؟ رفتی به بحری لومون دادی. به چیزی که میخواستی رسیدی. میخواستی بی خبر از اون کاری نکنی. به من چه؟ کجا میخوای بری پویراز؟ نمیدونم جانان خانم، ولی دیگه نمیذارن تو این شهر زنده بمونم. دارم از زندگیتون گورمو گم میکنم میرم. الان خوشحالی؟ همینو میخواستی شد. بگو الان خوشحالی. حرف بزن دیگه. من که از حرفات هیچی نمیفهمم والا. خیلی هم خوب فهمیدی. مگه تو از همون اول همین نقشه رو نداشتی؟ نود دیگه مال خود خودت شد. به یه یلوغبایی مثل منم ندادیش. تو چه آدم بزرگی هستی. دمت گرم خدا. بالاخره به نود رسیدی. سینان دیگه تا ابد برای تو شد. غیر از اینه؟ آیشه گل عزیزم. اونطوری به من نگاه نکن. مقصر شما بودین؟ عواقب کارتونم گردن خودتونه. حالا هم بیا بشین قصاتو بخور. غذای تو رو نمیخورم. من دارم میرم. نوش جونتو. هیچ جا نمیری. یعنی هیچ راه دیگه نیست؟ جانان خانم راه دیگه ای وجود نداره. اونا اسلحه گذاشتم بیخ گوشم. اسلحه. اگه تا فردا رفتم که رفتم، اگه نه میای سر مزارم. آخ که تو چقدر دوست داری اون روزو ببینی. مگه نه خیلی دوست داری جنازه منو با یه سوراخ تو پیشونیم تو تابوت ببینی و نیش خم بزنی و جشن بگیری. پرت و پلا نگو پسر. چرا باید اینو بخوام؟ پس چرا این کارو کردی؟ من حرف بزن. بس دیگه اون سال. دارم ازت متنفر میشم. لااقل بهم اجازه بدین پسرمو برای بار آخر ببینم و باش خدافظی کنم. مجبورم نفسم. مجبورم. ببین چی بهت میگم. میخوای منم مثل پویراز ببرین تو اون ساختمونو، اسلحه رو بذارین رو مخمو، تمومش کنین بره ها؟ آیشه گل دیوونه نشو. بابا با اون مرتکه عوضی حرف زد، ولی اون تو چشاش نگاه کرد و دروغ گفت. من یادم رفته بود تو یه قدیس رازگویی. میگم یه کاری بکنیم، بگیم برای جلوی در اصلی یه مجسمه خیلی بزرگ ازت بسازن، چطوره؟ ها؟ تو چی؟ هیچ فکر کردی ما چرا بهت دروغ گفتیم؟ به اینکه چرا خیلی از آدم ها رو مجبور میکنی بهت دروغ بگن؟ اصلا بهش فکر کردی؟
که میخوای برو دخترم، زود باش برو، ولی فقط اینو بدون که من حرفمو زدم. اون آدم فردا از این شهر میره. باشه، ولی اگه اون بره منم میرم بابا. بهتر جون پویرازو به خطر نندازی. من بهش یه شانس دادم، بذار ازش استفاده کنه. پس اون وقت بگو دوتا قبر بکن. تلفنمو بده. گفتم تلفنمو بده. چرا بهش اجازه دادیم بره؟ بگم تعقیبش کنه؟ ولش کنیم، بذاریم برای آخرین بار هم دیگه رو ببینن. هرچی باشه از فردا دیگه نمیتونه ببیندش. حالا کجا میخوای بری؟ جایی که کسی نتونه پیدام کنه پسرم. باشه خب، ولی مثلا کجا؟ نمیدونم. عقل تو به جایی میرسه؟ میکزیک. تو فیلم آدم ها همه شرار میکنن میرن اونجا. نفسم، اونا چون خلاف کردن میرن اونجا. تازه اصلا میدونی اونجا کجاست؟ خیلی دوره. راست میگی. تازه من با این پولی که دارم خیلی دورشم تا اون سر شهره. پس چطوری دوباره همدیگه رو ببینیم؟ من چی میشم اون؟ بهت زنگ میزنم، کارت پستال میفرستم، اصلا نامه مینویسی. از دست تو بابا، تو این دور زمانی که دیگه نامه مینویسه؟ آره، حرف حساب جواب نداره. از تو نیستمون شده اسمس و ایمیل. ولی این نامم خوب بودا. خب چه میدونم، واقعی تر بود. نامه خیلی قشنگ بود. خیلی خوب باشه، ولی یعنی داری منو ول میکنی و میری؟ من دارم خیلی برات تنگ میشه. آخه ورو جکم، اصلا میتونم ولت کنم برم. نمیتونی نه؟ معلومه که ولت نمیکنم پسرم. من و تو مثل تیر و تخته ایم بروجک. راستی خاله عایشه گلم هست. پس تیر و تخته و میخ. فقط من میخ نمیشم. اوه باشه، اونم بنداز گردن ما سینان خواه. خیلی خواه. ببین سینان، فردا میری مدرسه دیگه؟ یادت یه بار با تو خاله عایشه گل فیلم جدا شدن رو بازی کردی؟ افتاد؟ افتاد. پیش بابا بازوی سوتی ندی یا؟ باشه. آفرین. قیافتو ناراحت کن. یکم بیشتر. خودشه. عالیه. هم دیگه رو میبینیم پسر. میبینم ات بابا جان. گریه نکن بابا، اگه راد نداده از در پشتی بیا تو. باشه پسرم، باز به هم میرسیم، نگران نباش.
داداش تاسا رو نگه داشتی؟ نگه ندارم، پس چطوری بندازم با دهنه؟ بلند نشین بچه ها، بشینین بشینین. خوب بازی کنیم ببینم. نوبت توه. جفسه. نگاش کن تو رو خدا، تاسه به این خوبی آوردی ببین چجوری بازی میکنی. دوتا بیا اینجا با دوتا هم راشو ببند دیگه. ولی بابا اینطوری که نمیشه، داشتیم با سواد خودمون بازی میکردیم. خیلی خوب باشه بازی کنیم. بابا خوب نیستی نه؟ سفر چرا اینطوری میشه؟ اون همه سال دویدیم، زدیم، خوردیم، مبارزه کردیم، اون وقت ببین به کجا رسیدیم. روزی که بمیرم مردم برای توف انداختن به قبرم صف میبندن. استغفر الله بابا، این چه حرفی؟ پسرم اینطوریه دیگه، اینطوریه. دخترم ازم متنفره، پسرم همه کراش عجیبه، پایرازم که اینجوری عذاب در اومد. نه کسی دوستمون داره، نه فامیلی داریم. اینطوری نگو بابا، تا ما رو داری غم نداری. به نظرم شما بهتره برین ازدواج کنین و صاحب زندگی و زن و بچه بشین. این راه آخر عاقبت نداره، جفتتونم هنوز جوونین، قدر زندگیتون رو بدونین. بفرمایین. شبتون بخیر سوبل خانم. شب بخیر. من کلی فکر کردم میتونم در حقتون یه خوبی بکنم، ولی باید دستتون رو بکنین تو جیبتون. باشه، شما فقط بگین چقدر میخواین. 50,000 دلار. 50,000 دلار؟ ولی خیلی زیاده. تو چی کار کردی؟ چیه بابا؟ گفتی عاشق شدی داری میمیری؟ آها، آخه بابا اون کار یکم سخته. آدم عاشق از گفتن عشقش هیچ ابایی نداره. از قدیم گفتن عاشق باید عشقشو به معشوقش بگه. چند وقته میخواد بگه، ولی داشمون یکم خجالت میکشه. ببینین من دارم شغلمو به خطر میندازم، تازه از اون مهمتر زندگیمو به خطر میندازم. باشه، ولی کاری نمیتونیم بکنین. 50,000 تا خیلی زیاده. ببینین سرکار خانم، این پیشنهاد آخرمه، میخواین قبول کنین میخواین نکنین. خیلی خوب باشه، سعی میکنم جورش کنم. باشه باشه عزیزم، باشه فردا میبینم. ایت صدرالدین، داری کجا میری؟ آره دارم میرم وسایل بچه ببینم، میدونی که دارم پدر میشم. اوف صدرالدین، اینطوری نگو یکی میشنوه. شب زود بیا باشه، کار داریم، باید دیگه شروع کنیم. خدایا بهم صبر بده. آخه پسرم جوون مردی مثل تو چرا باید خجالت بکشه؟ نمیفهمم. باش حرف بزن، خجالت نکش، بگو. آخه بعدش زایه شدنم هست بابا.
تو هم مثل بچه ها میگی میخوام این گل بگیرم دستم ولی خارش تو دستم نره. کسی که رسوایی و بی‌آبرو شدن رو به جون نخره که نمیتونه عاشق بشه، میتونه؟ به امید خدا اونم به جون میخرم بابا. پویرازو ببین، اون فهمیده بی‌آبرو شدن رو نه ولی مرگ رو به جون خریده و دست نکشیده. اون بیشینه پاشه به جون شما دعا کنه بابا. ذوالفقار، همچین آدم هایی میشناسم که هم میکشیشون هم بلو سرشون گریه میکنی. انشالله پویراس کارو به اونجا نمیرسونه. خب دیگه، شبتون بخیر. شب بخیر. اینا به به تاشکافا، خوش اومدی. سلام بابا، ممنون. بابا خیلی دلم تنگ شده، بغلت کنم. پسر جون آروم آروم تر بابا، یواشه. آره، فقط اون جریمه ای که به این دوتا دادم شامل حال تو هم میشه. اون موضوع؟ بله اون موضوع، فراموش نکردم. راستی عمود چطوره؟ کم کم خوب میشه ایشالله بابا. خوبه خوبه، برم دیگه. وای این خیکی رو ببین، خوش اومدی. قرونه دارم. عجیبه، تا تعقیب توقی میخورد آدمو تعقیب میکردن، ولی امشب. شب بخیر آقا پویراس، منم داشتم میرفتم پیش سرهنگ، عیسی هم اونجاست، شما هم بفرمایید. به به پویراس پسرم، بیا بیا بفرما بیا تو. جناب سرهنگ، من امشب مزاحم نمیشم. بیا تو دیگه عمو پویراس. پسرم انشا نداریم تو رو خدا. خب یعنی چی نداریم مگه میشه؟ بیا دیگه، بیا 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 بیا. سر هر کی ندونه فکر میکنه خودت داری مشقتو می. خوبی، باز فرار کردی. آزادی مشروطه. پس نمیدونن اینجا. بدونن ندونن برام مهم نیست. خب دیگه، ما هم بریم انشامونو تو اتاق بنویسیم. آره. چیزه جناب سرهنگ، ما مزاحم نمیشیم، الان میریم بیرون. نه بابا، کجا میرین جناب سرهنگ؟ میشه این دلمه ها رو گرم کنم دیگه؟ نه معلومه، چرا نشه، میشه. درم بی زحمت ببن جناب سرهنگ. حالا میخوای چیکار کنی؟ خودت که شنیدی، باید برم، چاره ای ندارم. چرا چرت میگی؟ رفتن کدومه؟ پس اینان چی میشه؟ اونم میبرم. آها، پس من چی؟ نمون بیا گفتن خیلی سخته. نخوای بیامم، نمیتونم بمونم. ای
بابا اول ندین دیگه میخورم زمین. ای بابا کی اول میگه؟ ای دو دقیقه حرف نزنین دیگه، نمیشنوم چی میگن. بالاخره با هم میرن یا نه؟ حتی تو اتوبوس مترو هم اینقدر به این فشار نمیارن. پس بیا اینو بگیر بده آقای راننده بزنه. مهمون داریم. کی هست؟ صدرالدین. آه چه سورپریز قشنگی، خوش اومدی. ممنون. ویسکی؟ لطفاً. چی شد که به ما سر زدی؟ من دیگه نیستم. بابام نباید بفهمه با هم میری. آره فردا سینانم از مدرسه برمیداریم، بعد راه میافتیم و میریم. کجا میخواییم بریم؟ به نظر من مهم نیست کجا میری، من که میدونم با هم میای از همه چی مهم داره. وای اینا واقعا دارن ما رو ویل میکنن، سرنگ میخوام با هم فرار کنن. بدبخت شدم، امتحانامو چی کار کنم؟ پس ما اینجا چی کاره این پسر؟ اما فایراز ببخشید حرفتون رو قطع بکنم، اکتشافات جغرافیایی از کی شروع شد؟ اکتشافات جغرافیایی از فردا شروع میشه. فکر میکردم با هم کنار اومدیم، فکر میکردم دیگه با مایی. الان اوضاع فرق کرده، میونم و با بابام درست کردم. که این تو؟ چطوری شد؟ یعنی چطوری تونستی دوباره تو دل بحری عمان برای خودت جا باز کنی؟ بهش یه هدیه کوچیک دادم، اونم خیلی خوشش اومد. راستش خیلی ناراحت شدم، قرار بود با هم کارهای بزرگی انجام بدیم. بدون منم میتونی؟ البته که میتونم، با تو یا بی تو این کارو انجام میدم. موفق باشی. ببین بابات مصممه که سر راه ما سنگ بندازه، منم مصممم راهمو ادامه بدم. مطمئنی که راهتو درست انتخاب کردی؟ بی خود کشش نده ظفر، مثل آدم اومدم اینجا چون خواستم از خودم بشنوی. پس که این تو پایراز چی؟ بابام خودش به خدمتش رسید، فردا از این شهر میره. چرا؟ چی شده؟ نمک خورد و نمکتون رو شکست. الان فهمیدم، پس دوباره ولیعهد شدی. سلامتی. سلامتی؟ باش عزیزم، به امید دیدار، شب خوش. با کی حرف میزدی؟ با دوستم. کار من تموم شد، اگه شما کاری ندارین برم دیگه. باشه برو، شب خوش. شب بخیر. با اجازه، فقط خوشحال میشم اگه با سعی نکنی با کلک و گروکشی و سیدی میدی منو بکشی طرف خودت. نه بابا، اون فقط یه بار بود، ولی بازم دوست ندارم با تو دشمن بشم. بدون که در خونم همیشه به رود بازه. شب خوش.